اما جلوگیری از کودک نمیشه. باید که مواصلات وجود داره که توصیه میکنه که فاصله فل اول تا فل دوم 3 سال باشه. پس به می جهت است که در شریعت اسلام برای ما شما تنظیم خانواده را اجازه داده. تنظیم خانواده به این معنی که ما شما میتونیم که بهشتا فامیل ها میتونن که بهشتا تنظیم خانواده بکنن و خود سن شیردهی که 2 سال هست خودش بهترین یک وسیله تنظیم برای خانواده میباشه که تا فامیل ها بتونن که اولادهای درست تربیه و پرورش بکنن. پس این اولادهایی که ما تو پشت در پشت میاریم نفقش دادن نمیتونیم، تربیش کردن نمیتونیم، به جای ازی که امت پیغمبر شوا رو امت شیطان جور میکنیم، پس به این امت هیچ وقت پیغمبر افتخار نمیکنه. در این پرورشگاه ها شرایط جذب طفل شکلیه که اول کسی که طفل یتیم در منطقه وجود داره او به ریاست کار امور اجتماعی مراجعه میکنه، عریضه نوشته میکنه، ریاست کار امور اجتماعی و محکمه او شخص راجع میکنه، محکمه به زور وثیقه شرعی درست میکنه. یعنی یتیم بودن از طفل و همچنین یا آسیب پذیرترین بودن از طفل تثبیت میکنه. طفلایی که پرورشگاه شامل میشه شرط اولی اینه که باید یتیم باشن. تنها دلیلی که هسته و علت اینه که من در پرورشگاه به سر میبرم، اولا که من از پدر محروم ماندم و بعدم مادر و فلانم مادر دارم، اما بود شخصی نیه که مثلا سرپرستی ما به دوش بگیره. او شرایط که به پرورشگاه خیلی شرایط خوبه نسبت به شرایط که به بیرونه، اما کسایی که بیرون از پرورشگاه هم فکر نمی کنه این زمینی که برای ما مساعد باشه، مساعده به اونا مساعد باشه. ما چون در این مسجد دست خوانده بودم و علوم دینی را مثل که دیگر را میخوانن، ما هم در اینجام خواندم، در دو سه مسجد دیگر هم رفتم خواندم. پس که آمدم ما یک خلا را میدیدم که کسی که رفته گویا در مکتب، در مکتب های مدیان درس خوانده، گویا اونا کافر شدن چون با دین خبر ندارن، یا کسایی که با دین خبر دارن گویا اینا مرتجعین هستن، دینشان تاریک هست، زده دنیا هستن. از این خاطر این طفلای ما باید یاد بگیرن و در این جایی که شما ببینین این نام مرکز تعلیم اسلام است. قاری صاحب یاد بده که اینجا طفل ما باید دین همونطور که هست یاد بگیرن. هیچ کس را با اجازه نمیتیم که خدا نخواسته. بسایی که میاین و خودکشی میکنن، طفل ما را از ما میگیره، اولاد ما را از ما میگیره، اوها دشمن افغانستان هستن، اوها دشمن اسلام هستن. او طور ما اصلا تربیه نمیگیریم، مخالف او تو تربیه هستیم. کسی که ابوذر به پدر میکنه، کسی که ابوذر به مادر میکنه، او رقم تعلیم ما یاد نمیگیریم. درس بخونم، تعلیم کنم، مرتب بخونم. میخواستم درس بخونم تا بنده وطن خدمت کنم. آفرین، اینجا چی میخوای شوی؟ آفرین. ما آرزو دارم وطنم همیشه آرام باشه، جنگ نباشه. همین آرزوی ماست. از دهم دولت هم توقع دارم که در افغانستان ما را میبره، برای ما حق مثال غریب پایمال نشه. باید چی کار باشه، غریبی باشه، تخاری نباشن که فجارات، اختطاف، این مواد مخدر زیاد سوء استفاده میکنه، مردمون هم کار نباشه، جنگ باشه. مانند کاکا باقی بسیار شخصای هستن، پول دارن، ما را انسان ها بسیار در کابل هستن، به آزاد با ما کمک کنم. وقت کاکا باقی پیش کاکا باقی که ما کمک کنم، ما مادرم در اولی مردم کار میکرد و من مترشی میکردم. حالا بعد از کاکا باقی که ما کمک کرده، مادرک من دیگه کار نمیکنم در خانه مردم، ما یک روز بعد میرم مترشی.
مساعد ساختن شرایط کاری برای فامیلا و خانواده ها تا که اونا بتونن اطفالشان به مکتب روان کنن و نسل آینده افغانستان یک نسل باسواد و تحصیل کرده باشه و آمار جرایم در این موارد پایین بیاید. یکی که سند تولد است که هر طفلی که تولد میشه باید اول از اینکه در یک مرکز سیدی باید تولد بشه و باید همگی ازدواج ها باید که در نکانامه باید ثبت بشه، ثبت راجستر از اینا باید بشه که در اونجی میتونه از ازدواج های اجباری، از ازدواج های اطفال اینا همگی جلوگیری بکنه. سند طلاق باید داشته باشه، یعنی وثیقه طلاق، یعنی طلاقت باید وجود داشته باشه. خاطر رسیدگی به حفاظت اطفال یک بخش بسیار مهمه اینه که باید آگاهی داده شه. دولت افغانستان میتونست و میتونه در تمام ولایت افغانستان برای کودکایی که سرک کار کنه قانون وضع کنه که کار نکنن، خوابگاه ها بسازن، پرورشگاه ها بسازن، معلم ها را از خانم ها و جوان ها تعلیم و تربیت بده که کودکان را مثل اولاد خود کلان کنند. ما امروز در زندان زنانی افغانستان کودکان داریم که امروزشان زندانی هستن. دولت افغانستان میتونه بردگی را لغو کنه. دولت افغانستان میتونه بگه کار اجباری و کار غیر اجباری زیر 18 سال ممنوع است. وقتی در با خط درشت و سرخ میشه که ممنوع است، در مقابلش باید خود اجرایی برای کار کنه و خواهی که تنفیز کنه قانون، کنترل کنه قانون با وجود بیاره که نمانه کودک کار کنه. تو میتونی چی میشی؟ بلند بگو. دکتر. دکتر چی میخوای شوی؟ دکتر میخوای. تو چی میخوای شوی؟ جورنالیست. جورنالیست. تو چی میخوای شوی؟ دکتر. دکتر. چی میخوای شوی؟ معلم. چی میخوای شوی؟ آفرین معلم. تو چی میخوای شوی؟ پیلوت. نبود. تو چی میخوای شوی؟ پلیس. میخوای شوی؟ و تو چی میخوای شوی؟ انجینر. و تو؟ اقتصاد. چی؟ تجار. آفرین. نام خواهد. و تو؟ انجینر. و تو؟ تو؟ جورنالیست. جورنالیست. آفرین. تو چی میخوای شوی؟ پیلوت. پیلوت.